داستان ادیسون ادیسون در سنین پیری پس از اختراع چراغ برق یکی از ثروتمندان آمریکا به شمال میرفت و در آمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که در ساختمان بزرگی قرار داشت هزینه میکرد این آزمایشگاه بزرگترین عشق پیرمرد بود در همین روزها بود که نیمه های شب از اداره آتشنشانی به پسر ادیسون اطلاع دادند آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتا کاری از دستی کسی بر نمی آد و تمام تلاش های فقط جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمان هاست. آنها تقاضا داشتند که موضوع به نه قابل قبولی به اطلاع پیرمرد رسانده شود. پسر با خود اندیشید که احتمالا پیرمرد با شینر این خبر سکته می کند و لذا از بیدار کردن پیرمرد منصرف شد. و خودش را به محل حادثه رساند و با تعجب دید که پیرمرد در مقابل ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته است و سفتن حاصل تمام عمرش را نظاره میکند پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد او میاندیشید که پدر در بدترین شرایط عمرش به سر میبرد ناگهان پدر سرش را برگردان و پسر را دید و با صدای بلند و سرشار از شادی گفت پسر تو اینجایی میبینی چقدر زیباست؟ رنگامیز شعلا را میبینی؟ تابر است. من فکر میکنم که آن شعلا های بنفش به علت سوختن در کنار فسفر وجود آمده است. وای خدای من خیلی زیباست. کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا را میدید. کم در کسی در طول عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت. نظر تو چیست پسرم؟ پسر حیرانگی جواب داد پدر تمام زندگی در آتش می سوزد و تو از زیبایی رنگ های شولا صحبت می کنی؟ چطور می توانی؟ من تمام بدنم می لرزد و تو خون نشستی؟ پدر گفت پسرم از دست من و تو کاری بر نمی آید معمولین هم که تمام تلاشان را می کنن. در این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظری است که دیگر تکرار نخواهد شد در مورد آزمایشگاه و با بازسازی یا نوبسازی آن فردا فکر می کنید. الان موقع این کار نیست. به شغله های زیبا نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی داشت. توماس ادیسون سال بعد مجددن در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار بود و همان سال یکی از بزرگترین اختراعات بشر یعنی ضبط صدا را تقدیم جهانیان نمود. آری او گرامافون را درست یک سال پس از آن واقع اختران.